در بحبوحه انقلاب 57، زمانی که خیابان‌ها پر از تظاهرات و اعتراض بود، یک اتفاق تاریخی رخ داد. خروج ناگهانی محمد رضا شاه پهلوی و خانواده‌اش از ایران. اما این خروج تنها یک سفر ساده نبود. همراه با آن داستان‌هایی از ثروتی افسانه‌ای نقل می‌شود که در چمدان‌ها و حساب‌های بانکی مخفی به خارج از کشور منتقل شد. بسیاری می‌پرسند که آیا این ثروت عظیم فقط یک افسانه است یا واقعیت‌های پنهان در پشت این داستان وجود دارد. امروز با هم به بررسی این ماجرای پررمز و راز می‌پردازیم و جزئیاتی را فاش می‌کنیم که کمتر کسی از آنها خبر دارد. آماده اید تا با ما به عمق این داستان تاریخی سفر کنید؟ ممنون میشم تا انتهای این ویدیو ما را همراهی کنید. به سایه تاریخ خوش اومدید. اگه به ویدیوهای این کانال علاقه‌مند هستید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و اگر میخواید قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید، زنگوله رو فعال کنید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ممنون میشم نظراتتون رو برای ما ارسال و تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کنید. قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، بیایید نگاهی بیاندازیم به روزهای پایانی حکومت پهلوی و خروج آنها از ایران. در روزهای پرتلاطم انقلاب، محمد رضا شاه و خانواده‌اش مجبور شدند به سرعت ایران را ترک کنند. این خروج چگونه و چرا اتفاق افتاد؟ رضا شاه بنیانگذار خاندان پهلوی، امپراتوری مالی بزرگی را پایه‌گذاری کرد که در زمان محمد رضا شاه گسترش یافت. از درآمدهای نفتی گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بانک‌ها، همه به این ثروت افسوده شدند. حالا مهمترین سوال این است: وقتی که شاه و خانواده‌اش ایران را ترک کردند، چقدر از این ثروت را با خود بردند؟ شایعاتی وجود دارد که این ثروت به میلیاردها دلار می‌رسد. اما واقعیت چیست؟ در این ویدیو به بررسی شایعات و حقایقی که پیرامون این موضوع وجود دارد می‌پردازیم. آیا خاندان پهلوی واقعاً حساب‌های بانکی مخفی در سوئیس و آمریکا داشتند و آیا همه این ثروت‌ها به صورت قانونی از ایران خارج شد؟ بحث درباره ثروت خاندان پهلوی از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه داشته و هیچ وقت به طور دقیق مشخص نشده که چقدر بوده. با این حال میتوان حدس‌هایی زد که شاید به واقعیت نزدیک باشند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در توییتر خود فهرستی از دارایی‌هایی که محمد رضا شاه پهلوی هنگام خروج از ایران با خود برده منتشر کرد. در این فهرست به 35 میلیارد دلار پول نقد اشاره شده و همچنین تعدادی از جواهرات شامل 384 چمدان جواهر و الماس، دو تاج با 5000 قطعه الماس، 50 قطعه زمرد و 368 دانه مروارید که قیمت آنها قابل تخمین نیست، به عنوان بخشی از اموالی که شاه با خود برده نام برده شده. انتشار فهرست ادعایی از اموال خارج شده توسط محمد رضا شاه پهلوی با واکنش‌های متعددی مواجه شد. حسین دهباشی، نویسنده و تاریخ‌پژوه، در پاسخ به این ادعا گفت که تمام جواهرات سلطنتی از جمله دو تاج در حال حاضر در موزه جواهرات بانک مرکزی موجود است و برای بازدید عموم در دسترس است. وحید بهمن، پژوهشگر دیگر تاریخ، از سخنگوی دولت خواست که اسناد و مدارک مربوط به این جواهرات را منتشر کند تا ثابت کند این ادعا نادرست است. فرح پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا بیان کرد که هنگام خروج از ایران در دی ماه 1357 بسیاری از جواهرات در کاخ نیاوران باقی مانده و او حتی نیمتاج شخصی خود را هم نبرده. او توضیح داد که در آن وضعیت روحی تصمیم گرفت نیمتاج را در ایران بگذارد. حمید روحانی، رئیس پیشین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این ادعاها را رد کرده و خروج اموال توسط محمد رضا شاه را دروغی روشن دانسته. او ادعا کرده که ثروت خاندان پهلوی به حدی بوده که حتی با مصرف چندین نسل هم تمام نمی شود. در بهمن ماه 1357، ویلیام برنگین در مقاله‌ای برای واشنگتن پست به بررسی ثروت خاندان پهلوی پرداخت.
او در این مقاله همزمان با خروج شاه از ایران به شایعاتی درباره دخالت اشرف پهلوی، خواهر محمد رضا شاه، در قاچاق مواد مخدر و ثروت بسیار بالای خاندان پهلوی اشاره کرده. در این گزارش، ثروت پهلوی با استفاده از واژه سرسام‌آور توصیف شده و به ثروتی بیش از حد معمول اشاره دارد. برنیگین در یادداشت خود خاطر نشان می کند که شاه و خانوادش در زمان خروج از ایران با آینده نامعلوم روبرو بودند. اما ثروت هنگفتی که طی 53 سال سلطنت پهلوی جمع‌آوری شده بود باعث می شد که آنها هر جا بروند دچار کمبود مالی نشوند. به گفته او تخمین زده می شود که ثروت خاندان پهلوی به میلیاردها دلار برسد. بر اساس گفته های یک اقتصاددان ایرانی در آن زمان دارایی کل خاندان سلطنتی بیش از 20 میلیارد دلار بود. این مبلغ احتمالاً بیشتر یا حداقل برابر با ثروت سایر خانواده های سلطنتی کشورهای نفتی خاورمیانه بوده. همچنین این منبع اعلام کرد که رقم 1 میلیارد دلاری برای ثروت شخصی شاه تنها حداقل مقدار بوده و در واقعیت چندین برابر این رقم بوده. گزارش واشنگتن پست به بررسی ثروت خاندان پهلوی و اموال خارج شده از ایران پرداخته. این گزارش میگوید بیش از 63 شاهزاده از ایران به کشورهای مختلفی پناهنده شدند و بسیاری از آنها ثروت‌های زیادی را با خود برده‌اند. بنیاد پهلوی که ظاهراً یک مؤسسه خیریه بود، در واقع به عنوان یک سرمایه‌گذاری سودآور عمل کرده و ثروت خانواده پهلوی را مدیریت می‌کرد. این بنیاد یا اعضای خانواده سلطنتی در 207 شرکت سهام داشتند. گزارش به اختلاف بین درآمدهای نفتی ایران و مبلغ واریز شده به خزانه دولتی اشاره کرده و می‌گوید بخشی از این درآمدها به ثروت خاندان پهلوی تبدیل شده. ممنون میشم قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید از پایین همین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های خودتون و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو با دوستانتون از ما و کانال خودتون حمایت کنید. واشنگتن پست به اختلاف قابل توجهی در درآمدهای نفتی ایران در زمان محمد رضا شاه اشاره میکند. به گفته یک اقتصاددان غربی این اختلاف حدود 2 میلیارد دلار در سال بود. بانک مرکزی توضیح داده بود که شرکت ملی نفت ایران ملزم به تبدیل فوری ارز نیست و اغلب وجوه را در بانک‌های خارجی نگه می‌دارد. اما واشنگتن پست ادعا می‌کند که بخشی از درآمد نفتی به حساب‌های بانکی سوئیسی بنیاد پهلوی منتقل می‌شده تا برای خانواده سلطنتی شاه و تأمین مالی عملیات مخفی ساواک استفاده شود. 2 سال قبل از انقلاب یک روزنامه فرانسوی گزارشی منتشر کرد که ادعای واشنگتن پست را تایید می‌کرد. این روزنامه صورت حساب یکی از حساب‌های بانکی بنیاد پهلوی در سوئیس را افشا کرده بود که نشان می‌داد شرکت نفت ایران ظرف 1 ماه 12 میلیون دلار به حساب این بنیاد واریز کرده. گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز به ثروت گسترده و منابع درآمد متنوع خاندان پهلوی اشاره می‌کند. واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه ادعا کرده که یکی از منابع ثروت پهلوی‌ها تجارت مواد مخدر توسط اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه و برخی مقامات سابق دربار بوده. این منابع مدعی بودند که خانواده سلطنتی تریاک و حشیش ایرانی را صادر و هروئین و کوکائین وارد می‌کردند. اشرف پهلوی به عنوان فردی که درگیر هر چیزی بود که بوی پول می‌داد توصیف شده. در فهرست سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی پهلوی‌ها که توسط واشنگتن پست منتشر شده، آمده که همسر احمد رضا پهلوی، برادر ناتنی شاه، در یک شرکت بیمه خارجی سهام داشته. شهناز دختر شاه سهامدار یک شرکت ژاپنی مونتاژ دوچرخه و موتورسیکلت بود. همچنین محمود رضا پهلوی، دیگر برادر ناتنی شاه، یکی از سهامداران اصلی یک شرکت تولید تایر بوده. نیویورک تایمز در مقاله‌ای که همزمان با خروج شاه از ایران منتشر شد، ثروت محمد رضا شاه را بیش از 1 میلیارد دلار تخمین زد. به نقل از بانکداران،
اموال خانواده پهلوی بین 2 تا 4 میلیارد دلار برآورد شده که طی 2 سال به آمریکا منتقل شده بود. در این گزارش به بندی از بودجه دولت ایران در زمان شاه اشاره شده که به رهبری عالی دولت اختصاص پیدا کرده و در سال 1355 حدود 43 میلیون دلار بود. علاوه بر این 1 میلیارد دلار نیز در سال 1976 میلادی به حساب یک صندوق که ظاهراً تحت مدیریت خاندان پهلوی بود واریز شد. نیویورک تایمز اسنادی را که از وزارت دادگستری جمهوری اسلامی درباره دارایی‌های بنیاد پهلوی و بستگان آن ارائه کرده بود، تقریباً دقیق ارزیابی کرد. بر اساس این اسناد، پهلوی‌ها در 17 بانک و شرکت بیمه از جمله مالکیت 80% در سومین شرکت بزرگ بیمه کشور، 25 شرکت فلزی، 8 شرکت معدنی و 10 شرکت مصالح ساختمانی منافع داشتند. همچنین 25% از بزرگترین شرکت سیمان، 45 شرکت ساختمانی، 43 شرکت مواد غذایی و 26 شرکت تجاری از جمله تقریباً تمام هتل‌های بزرگ ایران تحت مالکیت یا مدیریت خاندان پهلوی بوده. گزارش‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نشان می‌دهند که خاندان پهلوی ثروت قابل توجهی از منابع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند. برخی از هلدینگ‌های آنان سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با شرکت‌های آمریکایی داشتند که درآمدهای حاصل از آنها به حساب‌های خارج از ایران واریز می‌شد. یکی از مهمترین این سرمایه‌گذارها سهم 10% پهلوی‌ها از مجموع 45% سهام ایران در شرکت جنرال موتورز بود. بر اساس تخمین‌های نیویورک تایمز و کتاب رابرت گراهام، دارایی‌های بنیاد پهلوی بین 2.8 تا 3 میلیارد دلار برآورد شده. بنیاد پهلوی از زمان تأسیس با هدف تأمین نیازهای مالی اعضای خانواده پهلوی فعالیت می‌کرد. نیویورک تایمز به گزارشی منتشر نشده از این بنیاد اشاره می‌کند که در آن ذکر شده بود یکی از وظایف بنیاد رسیدگی به نیازهای اقوام و نزدیکان خاندان پهلوی بود. این نشان می‌دهد که بنیاد پهلوی نقشی کلیدی در حمایت مالی از اعضای خاندان داشت. گزارش نیویورک تایمز بیان می‌کند که تنها در ژوئن 1962 مبلغ بالغ بر 26 میلیون دلار به 9 نفر از اعضای خانواده پهلوی پرداخت شده، اما مشخص نیست که آیا این پرداخت‌ها به صورت ماهانه یا به عنوان بخشی از توافق خاصی صورت گرفتند. خاندان پهلوی با داشتن منابع درآمدی گسترده، سپرده‌های قابل توجهی در حساب‌های بانکی سوئیس داشتند و همچنین مالک اقامتگاه‌های لوکسی در لندن، نیویورک و کالیفرنیا بودند. این املاک و دارایی‌ها نشان دهنده سبک زندگی مرفه و ثروت عظیم این خانواده در دوران حکومتشان بود. در سال 1358 جمهوری اسلامی در دادگاهی در منهتن علیه محمد رضا شاه پهلوی و همسرش شکایت کرد و خواستار غرامت 56 میلیارد دلاری شد. ادعا شد که شاه 20 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از طریق بنیاد پهلوی و سایر بنیادها به حساب شخصی خود منتقل کرده، اما به دلیل نابودی اسناد توسط شاه رقم واقعی مشخص نیست. خاندان پهلوی این ادعا را رد کردند. رضا پهلوی در مصاحبه‌ای در سال 1389 گفت که خانواده‌اش در دادگاه‌های مختلف تبرئه شدند و هیچ مدرکی علیه آنها وجود ندارد. او ثروت محمد رضا شاه در زمان مرگش را 62 میلیون دلار اعلام کرد و خروج جواهرات از ایران را تکذیب کرد. محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به تلاش‌های رضا شاه برای سازماندهی ثروت پهلوی‌ها اشاره کرده و می‌گوید که پشتوانه واحد پول ایران طلا و جواهرات سلطنتی بوده، از جمله الماس دریای نور. این مباحث همچنان در تاریخ معاصر ایران مورد توجه است. محمد رضا شاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ ذکر کرده که تمامی جواهرات سلطنتی از جمله دریای نور در خزانه بانک مرکزی ایران نگهداری می شوند و همه هدایا و جواهرات گرانبها که در زمان سلطنت پهلوی
دریافت یا خریداری شدند به همین خزانه سپرده شدند. علی بهادری جهرمی اخیراً درباره خروج تاج شاهنشاهی از ایران اظهاراتی کرده که اشتباه بوده، اما این به معنای نادرستی کامل گفته‌های او درباره ثروت پهلوی‌ها نیست. در واقع ممکن است که میزان ثروت خانواده پهلوی از آنچه بیان شده بیشتر هم بوده باشد. تاریخ ثروت خارجی محمد رضا شاه به کودتای 28 مرداد 1332 برمی‌گردد. در آن زمان شاه و همسرش ثریا به دلیل ناآرامی‌ها از ایران فرار کردند و در بدترین وضعیت مالی قرار داشتند. بعد از بازگشت به ایران شاه تصمیم گرفت که دیگر چنین شرایطی را تجربه نکند و در صورت خروج مجدد از ایران از نظر مالی تأمین باشد. از آن زمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی شاه از جمله سهام، پول، املاک و شرکت‌ها آغاز شد و به تأمین زندگی خانواده‌اش در خارج از کشور کمک کرد. این ثروت به اندازه‌ای بود که خانواده پهلوی توانستند با آن در طی 45 سال با سطح بالای رفاه زندگی کنند بدون اینکه بخش بزرگی از آن خرج شود. این امر نشان دهنده مدیریت مالی و تصمیم گیری استراتژیک شاه در ایجاد و حفظ ثروت خانواده اش بعد از حوادث سال 1332 بود. حالا که همه این موارد را بررسی کردیم، نظر شما چیست؟ آیا خاندان پهلوی واقعا ثروت ایران را با خود بردند یا این فقط داستان‌هایی است برای جذاب تر کردن تاریخ؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید و فراموش نکنید که این ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. اگر موضوعات تاریخی دیگری هست که دوست دارید در موردشان بدانید، حتما به ما بگویید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تا ویدیو بعدی، بدرود.